حالا ما دوی صحبت شما با گل مبدل شد بینیم دوری خط هستن و پرسش دارن. بله بفرمایید. سلام و وقتتان بخیر. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستن صحتمند؟ بفرمایید. بسیار سلام. دوی وقتی ما کردیم یک فرزن نام دارم اما آرزی ملخواست فامیلیم بیده اما فیلن کسی خوش نیستان باشن دوایی میشه دستن. خب سر چی موضوع دوا میکنیم برادر عزیز؟ خب گپای یادی گای وقت ما میگن که شما کجا میباشی نا وقت رو میشه چیزا چا دوای ما میشه چا خسته شد. خب خانمه دوی پرسش دارین؟ از اینکه شما ناوقت شب میرین آیا خودتان هم احساس راحتی میکنین و یا اینکه زیادتر بحثتان سر ناوقت شب رفتن است یا کلا بعضی از عادت‌های مخربی که در زندگیتان وجود داره؟ خودم تو بعضی از مثالش طفلم که بگم زیادتر یادش میاد که وگب پدرت نگو این چیزا. خب شما چرا ناوقت میرین برادر عزیز؟ وظیفه‌تان بگونی است که باید ناوقت برین یا موتور وقت خودت بیرون سفری میکنین؟ نه خیلی خوب مشکلات میباشه اگون میزد بزرگتر میگه نو وقت میشه را با بندی هست یک خودتون میفهمیم دیگه این تو گپ بگم میباشه با نگیری میکن از یاد بوام. خب میپرسین چیز خانم مدوی؟ براتون مشوره میتن. تشکر از تماسم. وقت خوش. خدا نگهدار. خب خانم مدوی بله. خب مشکل برادر ما خوب واضح هست که از اینکه ناوقت میرن. خب در قدم اولی نگرش برادر ما دارن که چون ازدواج ما به خواست پدر و مادر ما بوده ما راضی نیستیم. خب با این مفکوره وارد زندگی شدن. چرا؟ چون که با هم دیگه شاید تفاهم نداشتن و بعد از اینکه تفاهم نداشته باشه اما عشق اولیه و یا علاقمندی اولیه رو نداشتن و باعث شدن که بعضی از سختی‌ها و یا مشکلاتی که در اول زندگی به وجود اومده نتونستن که تحمل بکنن و بعد که وارد زندگی شدن یک سری رفتارها و یک سری مشکلات به وجود اومدن، خصوصا اینکه مثلا مردهایی که همدیگر رو مقایسه میکنن، مردهایی که مثلا و یا زن‌هایی که ما میتونیم بگیم یک سری مشکلاتی که به وجود میاد و این عادت مخرب تبدیل میشه به یک سری اعمال و یا رفتار روزانه‌شون. حالا مثلا در این وسط یک طفل هم وجود داره. طفل هم وجود داره و این طفل هم که ایشان هم میگفتن که بر طفل ما یاد میتن که حرفای پدرت رو گوش ندارینا. خب یک سری جنجال های در زندگیشان واقعا پیش آمدن. خب ببینن که اول اینکه ما چون نمیشه که زود قضاوت کرد با صحبت های خیلی کوتاه اینا ما بتونیم قضاوت بکنیم که مشکل از همسرشان است یا مشکل از خودشان است یا مشکل از پدر مادرشان است که اونا انتخاب کردن، باید با یک روانشناس مراجعه بکنن. چرا؟ چون که اینا تقریبا میتونیم بگیم که اما علاقه و یا حس خوشایندی که نسبت به همدیگه داره او را چیکار کردن؟ عزیز دادن، از بین رفتن و اینا باعث شدن که بیشتر ببینن که مشکلاتشان در چه قسمت هست. در یک ناوقت رفتن فکر نکنه مشکلاتی قدر حاد شدن و یک چیزی که خیلی مهم هستن دعوا و یا اینکه مشاجرات در زندگی زناشویی وجود دارن. مهم دعوا کردن نیست. چرا؟ چون که اختلاف نظر بین زن و مرد وجود داره. هر زن و مرد وقتی که وارد زندگی میشه، چون چرا از لحاظ جنسیتی یا از لحاظ تفاوت فرهنگی یا از لحاظ تفاوت نگرش یک سری مشکلات و یک سری اختلافات نظر به وجود میه. دعوا کردن مهم نیست، روش دعوا کردن مهم است. اگر مثلا ما یک روش دعوایی که مثلا محترمانه باشه، دعوایی که مثلا احترام همدیگر حفظ بکنن، مثلا دعوایی که دیگه اینطوری نباشه که 10 سال پیش مادر اینطوری گفت حالا ما می‌خوایم دوباره، یعنی پرونده ای که مثلا دیروز سه روز یک ماه قبل یک اتفاق افتاده دوباره او کینه های گذشته رو چیکار میکنن؟ باز میکنن. اینا باعث میشن که مشکلاتشون چی شون؟ هاتر شون، مشکلاتشون بیشتر شون. از همون خاطر روش دعوا کردن خیلی مهم هست. باید مثلا وقتی که دعوا میکنن و یا یک مشکلی که در زندگیشون با وجود میه مساله رو به صورت خیلی محترمانه، بسیار به دوستانه، بسیار با حالت صمیمانه چیکار بکنن؟ اینا حل بکنن. حالا ببینن که مشکلاتشون واقعا در چی هست. در یک مثلا نه وقت شب رفتن اینقدر مشکل حاد نمیشه که اینا مثلا علاقهشان کمتر شد و زندگیشان مثلا روز به روز سرتر شد. ببینن که مشکلشان واقعا ریشه مشکلشان در کجا هست، اینا کم کم حل بکنن. اگر واقعا ببینن که در قدم آخر میبینن که مثلا نمیتونن سازش بکنن، بعد با یک مشاور مثلا یک روانشناس مراجعه بکنن، ببینن که در آخر چه نتیجه میتونن که از زندگی همین مشترک خود داشته باشن. تشکر. با امید از اینکه برادر ما بگونی خانم مدوی مشوره دادن وارد عمل شون تا مشکلات زندگیشان حل شه.